نام من رویا حیدری هست. من عکاس هستم از افغانستان. در ولایت غور افغانستان کلان شدم. چیزی که برام خیلی مهم بود این بود که اقوام مختلف افغانستان و لباس‌های افغانستان رو معرفی کنم. به خاطر همین سفرهای خیلی زیادی داشتم. سفر در افغانستان مخصوصا اگر خانم یا دختر تنها باشی سخت هست، اما ناممکن نیست. مردم به شدت مواظب یک زن تنها در سفر هستن، احترام قائل هستن، مخصوصا به ولایت هایی که میگفتن ناممکن هست که سفر کنی، مثل قندهار، جلال آباد، هلمند. من بارها به این ولایت ها تنها سفر کردم، از مردم عکاسی کردم، از خانوم ها. فقط کمی وقت لازم هست، باید برایش فرصت بده تا که باش آشنا شوی. و من فکر میکنم که ای که خیلی راحت میتونستم با مردم ارتباط برقرار کنم این هست که یک روز کاملم رو میگذاشتم تا اونا من رو بشناسن و من اونها رو بشناسم و بعد شروع به عکاسی میکردیم و قصه هایی که اونا برای من میگفتن، قصه پشت و عکس ها خیلی برای من مهمتر و جالبتر بود. یک پورتری دارم که این آقا در یک تعمیرگاه موتر کار میکرد و وقتی میخواستم پرسیدم ازش عکس بگیرم خیلی واکنش بدی داشت و گفت تو چرا میخوای از من عکس بگیری؟ اصلا برای چی باید یک خانوم بیاید جایی که این همه مرد هست و ورکشاپ موترسازی هست عکس بگیره؟ باش کمی صحبت کردیم، سر شوخی رو باز کردیم، گفتم که خب قبل ترها افغان ها خیلی مهمان نواز بودن و ما همه جا نام داشتیم، یعنی چه اتفاقی برای ما افتاده اینقدر واکنش نشان میدین؟ مگر دیدن یک زن با یک دوربین انقدر عجیب است. گفتم بذار یک عکس ازت بگیرم بهت نشان میدم، اگر خوشت نیومد دیگه عکس نمیگیرم. عکس اول رو گرفتم، بعد رفت کلاهش رو عوض کرد، یک توربن زد، گفت که یک عکس دیگه هم از من بگیر و بعد گفت صبر کن من بچه ها بگم یک عکس جمعی هم بگه و دوباره یک عکس جمعی ازشان داریم. انقدر این فاصله عکس گرفتن زیاد شد، گفت یک عکس بگی، عکس بگی. گفتم خب من باید برم دیگه نمیتونم از این بیشتر عکس بگیرم. عکس هاش هم چاپ کردم براش بردم که روز بعدی که رفته بودم دوباره برای عکاسی به اون محله دیدم تمام عکس ها رو توی ورکشاپ موترسازی نصب کرده بود. خیلی وقتا صورت آدم ها، چشمای آدم ها دعوتم کرده به اینکه برم به طرفشان و عکس بگیرم و همیشه دنبال آدمایی بودم که نگاهشان من رو به طرف خودشان بکشنم. این یکی از پروژه‌هایی هست که وقتی به پنجشیر سفر داشتم عکس را گرفتم. واقعا چشمای اون آدم خیلی گیرا بود، نمیتونست حرف بزنه و بشنوه. با اشاره دست و اینا فقط تونستیم یک مکالمه کوتاه داشته باشیم. با وجودی که نمیتونست حرف بزنه، چشماش اونقدر عمیق بود که همه داستانش رو میشد از همون اشاره صورت و چشماش فهمید. یک عکس دارم که از منطقه دهسبز جایی نزدیک به کابل هست. دخترها هستن که هم عکس هست و هم ویدیو که دست همدیگر گرفتن در کوره خشزنی بعد ساعت کاریشان میرخصن و آواز میخوانن و میچرخن. اینا مردمای بیجا شده بودن که در ولایت خودشان جنگ جریان داشت و نزدیک به کابل جای مستقر شدن. یک خیمه ای دارن و روزانه کودکا در کوره خشزنی کار میکنن. هر روز در مقابل 50 افغانی که معادل یک دلار میشد، بیشترشان هم دخترها بودن، دخترهای بین 7 سال تا 10 سال.
وقتی که شما در اینترنت سرچ میکنید افغانستان، جز چند تا آبادی ویرانه عکس شما نمیبینید. برای من خیلی مهمه که مردم واقعا رنگ اصلی افغانستان را ببینن و بفهمن ما برای چی تپ و تلاش میکردیم این همه سال. افغانستان یک سیاهی نیست، افغانستان واقعا ارزشش را داره برش بجنگی، صحبت کنی و برای حقت و حقش استاده شدید.